شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. تنها 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و همزمان با فرارسیدن این روز در تمام ولایت‌ها آمادگی لازم به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه گرفته شده است. اینجا در هرات نیز نشست هماهنگی و مشورتی میان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نهادهای ناظر از انتخابات و نهادهای امنیتی به منظور برگزاری شفاف انتخابات ایجاد شده است. در این نشست همچنان نقش رسانه‌ها در امر شفافیت در روند انتخابات مهم قلمداد شد. نشست هماهنگی و مشورتی هست با شرکای انتخاباتی ما از مقام ولایت و ریاست‌های امنیت ملی و قماندانی امنیه، نهادهایی که در ارتباط به انتخابات کار می‌کنند، نهاد مجمع، فیفا، تیفا، کمیسیون حقوق بشر و سایر ارگان‌هایی که همگی با هم در راستای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف همگی می‌خواهند با هم کار بکنند. مسئولان دفتر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حاشیه این نشست از 5 مورد شکایت انتخاباتی علیه نامزدان خبر دادند. آنان هم میگویند که این کمیسیون مصمم است تا هر نوع تخطی در روند انتخابات را به ثبت برساند. کمیسیون شکایت انتخاباتی متعهد هست با تمام امکانات خود شکایت روز انتخابات ثبت و مستندسازی بکنه در تمام افغانستان و در ولایت هرات هم همچنان ما تمام آمادگی ها را گرفته شده، هماهنگی ها شده، ناظمین ولایتی ما استخدام شده و عنقریب همین روز شاید در این لحظه منظوری از اونا برای من برسه. اما در این حال آگاهان سیاسی هرات به این باورند که کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانستند به گونه درست عمل کنند. چه لحاظ عملیاتی و چه لحاظ مدیریت انتخابات تا الان هر دو کمیسیون، یعنی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی و هم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون‌های صحیحی از اینا نتونستند به دلایل مختلفی کار خانگی خود را به انجام برسانند. به هر صورت ما شش میزان برای مردم افغانستان یک خط قرمز است. با وجود تمام چالش ها در عرصه های سیاسی، تکنیکی و عملیاتی دیگه باید این انتخابات درست مدیریت بشه. در نشست امروز که اعضای شورای ولایتی نیز حضور داشتند میگن که ناظران انتخاباتی به گونه درست آن آموزش ندیده و باید با اندک زمان باقی مانده ناظران آموزش های لازم را فرا گیرند. در کنار این فعالان مدنی همکاری کمیسیون رسیدگی به شکایات و نهادهای ناظر را در راستای تأمین تکلیف انتخابات مؤثر می دانند. ما در گذشته حداقل شاهد یک سری آموزش ها از طرف کمیسیون بودیم که نماینده های کاندیده ها را آموزش و خصوصا یک از نهادهای بین المللی بود که آموزش میدادن. اما متاسفانه در این دوره انتخابات قبلی و فعلی من شاهد همچین برنامه های از طرف اون نهاد نبودم. کمیسیون شکایت انتخاباتی همراه با نهادهای ناظر میتونه در قسمت تعیین و تکلیف انتخابات بسیار مؤثر باشه. امیدواریم که اینا بتونن نقش خود به خوبی انجام بدن و ما هم به عنوان نهادهای ناظر و مشاهد بتونیم ممد پروسه انتخابات باشین تا حداقل شکایات و نوسامنی هایی که در گذشته نسبت به انتخابات موجود بود در این انتخابات مور کمتر داشته باشه. با این همه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن یعنی 6 میزان برگزار گردد. هرچند شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواستار تأخیر در برگزاری این انتخابات هستند، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که تاریخ برگزاری انتخابات غیر قابل تغییر است.